السلام علیکم بیننده های ارجمند، برنامه نوبتی چراغ هدایت مهمان خانه های شماست و استاد معاون رئیس شورای علمای دینی ولایت حاجی میر خواجه میروف مهمان برنامه ما هستند. استاد خوش آمدید. ما این نوبت همراه استاد تصمیم گرفتیم در یک موضوع صحبت کنیم که واقعا هم این مسئله بسیار مهم روز است. ما این مشکلی را در فعالیت هر روزی خود میبینیم. این مشکلات یک درد جامعه امروزی ما است که از آن بسیار سخن میکنند و راه های حل آن را همیشه که جستجو دارند. این پیشگیری زورآوری در آیله است. استاد عزیز، من با خود همین کلمه زورآوری در آیله، یعنی از زوری کار گرفتن و نسبت به زوری حکم گرفتن از بالای کسی، یعنی کم قوتر از این اویله، این بیشتر مناسبتی گویم در مناسبت های اویلوی احساس می شود، گویم چونین شناخته می شود و واقعا هم به های حقوقی. من می خواستم در این مورد نگاه اسلام را پرسیده باشم که البته در دین مبینی اسلام بنیاد اویله یک از شرط های مهمی گویم به حساب می رود، چون حتی نفری که اویله دارد بازم اجر و فضیلتی بازم بیشتر دارد. و گذشته از این، برای نگاه داشتنی اویله و محیط آن روز خالیم نگاه داشتن، هر یک فرد مسلمان باید کوشش کند. من میخواستم استاد نظر شما رو در این مورد پرسیده باشم. برحمه به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود و رحمت الهی و فرستاده او حضرت محمد مصطفی علیه السلام و اسکه سلام. حقیقتا امروز این موضوعی که اینجا مطرح میکنیم موضوع خیلی هم مهم است. حضرت عمر رضی الله عنه در زمانی که خلیفه بودند، این همین گفتی شما زوراوری که در مابین مسلمان ها که نشوز کرد پیدا شد، در یک خطبه خود گفتن که این مردان مسلمان، این زنان مسلمان، شما خواهید که این زوراوری هایی که در حق یک دیگر میکنید پیشگیری کرده شود، شما به یک چیز اهمیت دید. هر یک زن مسلمان و هر یک مرد مسلمان از تفسیر سوره نساء تفسیر سوره نور با خبر باشد. حقیقتا ما به تفسیر این دو سوره مبارکه نگاه میکنیم، خداوند فضیلت و فضیلت آیله داره، عظمت و عظمت آیله داره، ترتیب و آداب و اخلاق آیله و آیله داره، حق زن در گردن شوهر، حق شوهر در گردن زن عادلانه از نگاه اسلام همش بیان کرده شده است. از آن جمله خداوند در سوره نساء در آیه 21 بیان میکند و اخذنا منکم میثاقا غلیظا. این آیه کریمه به مردهای مسلمان خطاب است، میگوید که ای مردهای مسلمان، شما چرا در حق همسران خود زوراوری میکنید؟ حال آنکه شما با ویها قسم مستحکم دادگی بودید که همچون امانت من شمایان را نگاه میدارید. این آیه کریمه آگاه کننده است. اکنون همون میثاق و غلیظ عقد نکاح است. وقتی که نکاح در طبق شریعت با گواه، با مهر، با رضاگی طرفین، با شرط های فرضیت های دیگر که به جا آورده می شود، این را خداوند در قرآن چی میگوید؟ میثاق و غلیظ. از زبان الله بیان کرده شده است که میثاق و غلیظ، یعنی یک قسمی بسیار هم مستحکم دادگی بودید برای ویها، چرا شما قسم شکنی میکنید؟ این آیت کریمه به آن دلالت میکند که وقتی که در مابین یک زن مسلمان یک مرد مسلمان عهد نکاح میشود، این چی چیزی آسان نیست، این چی چیزی بازیچه نیست، این یک چیزی نیست که به وی بازی به وی استهزا کنید. البته حق و حقوق وی بجا آوردن است. و این چنین الله سبحانه و تعالی در دیگر آیات های قرآنی در سوره روم ترتیب آیله و آیله داره را بیان میکند. استعیذ بالله و جعل بینکم مودت و رحمه. خداوند میگوید که ما در مابین شما ای زنان مسلمان، ای مردان مسلمان، یک مودت، یک رحمت بیان کرده گستیم. مودت چی گفتنی گست؟ مودت این یک مهربانی هست که تنها در مابین زن و شوهر میشود. رحمت برای همگان است، رحم و شفقت کردن. لیکن مودت
این بین زن و شوهر می شود. الله سبحانه و تعالی میگه که چرا شما این آیت کریمه را فراموش میکنید حال آنکه ما بین شما مودت و رحمت آفریده ایم. و این چنین در آیت کریمه چی طوری که بیان کردیم، این هم در سوره های بقره، در سوره های روم الله سبحانه و تعالی میگه که و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. الله سبحانه و تعالی در این آیت کریمه یک حکمت زن و شوهر را بیان میکند که حکمت نکاح، حکمت آیله داری شمایان، این آن چیزی هست که شمایان از همدیگر آرامش پیدا میکنید. اگر شما زنهای مسلمان، مردان مسلمان ان همین آرامش که پیدا کردید، هرگز در مابین شما نشوز، نافهمه و در حق همدیگر خشونت و یعنی ظلم و ستم نمیکنید، گفته الله سبحانه و تعالی بیان میکنه. این چنین در آیات های بسیاری هست که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگویند که خیرکم، بهترین شما اون انسانی هست که خیرکم خیر و لأهله، با آیلش با همسرش نیکویی میکنه و من بهترین شما هستم که به همسران خود نیکویی میکنم. از همین آیات ها معلوم میشد است که البته وقتی که انسان در مابین و هم میثاق غلیظ عقد نکاح که پیدا شد، طبق همین آیات های قرآن و حدیث که عمل که کردن، این چیزها از مابین و ها البته میرود. اکنون در برابر عکسش، اگر همین چیزها را رعایت نکردن و در حق همدیگر خشونت کردن، یکی از گناه های کبیره است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پیش از همه در حق مردان مسلمان وقتی که بایها را نکاح میکردن با جوانان یک مراجعه میکردن، پیغمبر خدا میگفتن ای جوان مسلمان، روپرو می نشستن بعد عقد نکاح، پیش از عقد نکاح ای جوان مسلمان میگفتن تو میدانی امروز یکی مسئولیتی تو از مسئولیت هایی که خداوند در گردنت امانند پنج وقت نماز و دیگر دیگر زیاد امانت بار کرده شد، این هم باشد این امانت خدا را که گرفتی امروز توی ازدواج کرده، این را همچون امانت نگاه دار. ولا تخون، امانت خداوند خیانت نکن. و این چنین در باره زنان مسلمان هم که شوهران خود احترام میکنند، یک حدیث متفق علیه است. جناب رسول الله میگن که ایما امرأت، کدام زنی که اذا صلت خمسها، وقتی که نمازش میخواند و صامت شهرها روزش میدارد و حسونت فرجها، یعنی خودش از راه بد نگاه میدارد و اطاعت زوجها، حق و حقوق شوهرش به جا میبیارد، مکافاتش همین هست که و قیل لها ادخل الجنت من ای باب شئتها، ندا میشود است که در برابر نماز خواندن و روزه داشتن و خودت از راه بد نگاه داشتن و اطاعت شوهرت کردن، در حق شوهرت خیانت نکردن، مکان تو جنت است. گفته از کدام در جنتی که می درایی البته برای تو کشاده است. گفته با ویحو بشارت داده می شود. بله استاد، تشکر زیاد. راستی در مورد زوراوری گفتیم، رقم های عمری راستی نگران کننده است، به خاطر اون که اکثری اون جنجال های اویلوی که امروز در نهادهای حفظ حقوق به قید گرفته می شود یا در اون تشکیلات هایی که به واسطه با اویله کاربری میکنند مراجعه می شود، همیشگی به اون دلالت میکند که در آنجا اعضایان اویله نسبت به همدیگر در شناخت حق و حقوق همدیگر به مشکلی پیچیدند. یا مثلا شوهر که تامین کننده اویله است، همیشگی اون در برابری مثلا کاری را انجام دادن، همیشگی اندیشه زورگویی، یعنی من حق بودن، گپی من درست بودن و کار به درجه میرسد که مثلا اون به تمامی اعضایان اویله از جمله به فرزندان، بر روحیه و روان اونها تاثیر منفی خود را میرسونند. مثلا وقتی آدمونی کلانسول فرزندانشون رو فرزندار میشود، حتما تربیه میکنن، میگن که نزد فرزندانتون زن و شوهر جنگ نکنید، که مثلا آنها همون خصلت شما رو یاد میگیرند. اسلام چی میگوید به این مسئله؟ حقیقتا ما به قصه های قرآن نگاه میکنیم، نه تنها کودک در وقت خودش شناختن، وقتی حتی در وقت خودش نشناختن در همون گهواره هم که باشد،
خداوند در قرآن قصه هایی رو بیان میکند که هوشیار شوید زن و شوهر، شما در پیش کودکان خود کارهای ناشایسته نکنید، حتی در گهواره هم که باشد. از آن جمله مثال میبرند قصه حضرت عیسی علیه السلام و قصه حضرت یوسف، که وقتی که زلیخا حضرت یوسف که شیطان وسوسه کرد و به خود که جلب کرد، حد در خانه کسی نبود. حضرت یوسف خواستند برای خاطر اثبات کردن خود که اون کس پاک هستند، در همین جا در گهواره یک گودکی بود و شهید شاهید من اهلها. خداوند میگوید که برای پاکی یوسف ما از اهل ویها گودکی که در گهواره بود گواه آفریدیم، گواه کردیم. از این معلوم میشد است که مادامی که گودکی که در گهواره باشد و شهادت میدادگی باشد، که وی از گهواره که با کلان شد و آن کردار و رفتاری که در آیله کرده میشود، حتما تأثیر وی به فرزند، به پدر و مادر، به فرزند میگذارد. خوب، این یک قصه. دویمش قصه حضرت عیسی علیه السلام. این قصه ها رو خداوند در قرآن چرا میبیارد؟ حکمت، فایده، منفیت که انسان ها از اینها عبرت گیرند. وقتی که حضرت مریم علیه السلام که به شوهر کرده نبودند، با امر الله فرزند تولد کردند، فرزندشان برداشته آوردند و ویها تهمت زدند. این را می دانستند، از الله پرسیدند حضرت مریم وقتی که من فرزندم می بردارم می برم و من تهمت می زنم، از کی است؟ از الله جل شانه گفته تو امر را به عیسی گذار. عیسی چی می گوید؟ وقتی که برداشته آوردن حضرت عیسی که گوده که دو روزه، از روز بعضی ها سه روزه بودن که در دست حضرت مادرشان مریم علیه السلام بودن، حضرت عیسی سخن گفتن، قال اینی عبدالله، من فرزندی، من بنده الله هستم. آتانی الکتاب و جعلنی نبی، من خداوند کتاب میدهم، من پیغمبر هستم، من معجزه هستم. گفته پاکی مادری خود را اثبات کردن. مثال های بسیاری هست. از این لحاظ معلوم میشد است که البته پیش از همه از پدر و مادری صالح و نیک فرزندهای صالح و نیک به دنیا می بیاد. ما به سیرت گذشتگان خود نگاه میکنیم، کدامشان که باشند، امام ابو حنیفه، امام اعظم، یا که حافظ، سعدی، تمام بزرگان خود می بینیم که ویها از چخیل پدر و مادر، از پدر و مادری که ویناشون عدالت و گفت حضرت عمر به انهمون تفسیر سوره نور و سوره مؤمنون، سوره نور و سوره نساء که عمل میکردن، از ورها فرزندهای صالح شد. البته تأثیرش میگذارد. اکنون از نگاه اسلام درباره در حق همدیگر، یعنی ظلم و ستم کردن، دین مبین اسلام حتما عدل، مساوات، اون حق و حقوقی که خداوند در گردن مرد و در گردن ز حق همدیگر رو گذاشته است، حق عدالتانه که از طرف شارع که الله و به واسطه پیغمبر هست، ان هوای رو دوست می‌دارد. در همین لحاظ شبری که حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتیم و به سیرت جناب رسول الله ما نگاه میکنیم، پیغمبر خدا چطور عدالت میکردند به همسران خود و اصحاب پیغمبر چطور، یعنی چیکار میکردند، عدالت میکردند. از همین لحاظ دین مبین اسلام همه خشونت در آیله، همه خشونت در آیله، خواهی از طرف مرد نسبت شوهر، خواهی از طرف شوهر نسبت همسر، یا که از طرف پدر و مادر نسبت فرزندان، همه این چیزها را محکوم میکند. بله، تشکر. استاد، من یک نکته را پرسیدنی هستم. من میخواستم در مورد شرح آیت 34 سوره نساء، اینجا من به ترجمه تاجیکی قرآن توجه کردم و همون یک نکته را آوردم از همون آیت 34 سوره نساء. و اون زنانی را که از سرکشیشان ترس دارید پند دهید و پس در خوابگاه آنها را ترک کنید، پس آنها را بزنید و اگر به شما فرمان برداری کردند پس بر آنها راهی ستم مجویید، به درستی که خدا بلند مرتبه بزرگ قدر است. اصلا
من فکر میکنم این امر برای زدن نیست، این امر برای اصلاح کردن است که مثلا یعنی گاه ها مثلا آنهایی که به عمق این مضمون مفسران نیکی مثلا کتاب های تفسیر رو مثلا به پوره نخوندن میگن که خدا امر کرده است که زنید، اصلا این امری زدن نیست استاد. البته این آیت در سوره نساء در آیت 34 است. وقتی که ما به تفاسیر آیت های قرآن نگاه میکنیم، از معنای لغوی آن آیت ما وقتی که آیت تفسیر میکنیم چیزی فهمیده نمیشود. چونکه اگر از لغوی معنای آیت های قرآن همه معناهای آیت فهمیده میشدن، اینقدر در تفسیر قرآن تا 20 تا جز تا 50 جز علما ها تفسیر نمی نویسند. از برای خاطر همینم برای خاطر تفسیر کردن یک آیت حضرت امام ابو یوسف میگویند که انسان باید که از 10 علوم اساسی اسلام با خبر باشد، باید که همون آیت قرآن چا کند تفسیر کند یا که ترجمه کند. آیتی که شما گفتید حقیقتا الله سبحانه و تعالی درباره یعنی وقتی که در آیله سرشوی نشوز نفهمی پیدا می شود، علاج هوای خداوند زینه به زینه بیان می کند. یکمش همین که واللاتی تخافون نشوزهن نه، الله سبحانه و تعالی به مردهای مسلمان این آیت فرمه می گوید که ای مردان مسلمان، وقتی که همسران شما و شما نشوز می کنند نفرمان برداری می کنند، یکم فعیزهن نه وایه ها را میگوید خداوند نصیحت کنید، وایه ها را فهمونید. ان همین آیات ها را ببینید با صبر دلالت میکنه. اگر میگوید در همین حالت وایه ها که نفهمیدن و حجوروهن فی المزاجع، از وایه ها در یک کرپ در یک خونه خواب روید، در شرح تفسیر یاد میگن در یک خونه خواب روید لیکن هم بستر نشوید. این هم برای وایه ها در طبیعت زن، این هم برای وای ها یک چیزی زجر کننده، یک آگاه کننده، شاید میبیند که نشوز میکند، عاقبت نشوز این جدا شدن است. لیکن وای میبیند که از مردش جدا میشود، در دوام یک روز و دو روز سه روز چقدر چیزها را که اصلاح میکند، شاید که همین از نشوز خود میگردد، از سرکشی خود میگردد، فکر میکند، از فکر میکند، شایمون میشود اکردش در و در مرحله سیوم میگویند که وضربوهن در اینجا علما ها بسیار هم معنی ها را بیان میکنند. یکی از معنی هایی که در اینجا کلمی گرچند که گفتیم کلمی وضربوهن یعنی کلمی زدن هم باشد، زدن، یکی در اینجا علما ها میگویند که وضربوهن ان المراد بالضرب الفصل والمباعده. علمای تفسیر میگن در این گردشندگی میگن لغوی معنای فضری بوهن نزدن باشد، اما در این آیت کریمه معنای زدن نیست. معناش چی است؟ الفصل والمباعده، یک مدت معین شما برآمده از وی دور شوید. مرحله اول چی بود؟ نصیحت کردن. مرحله دوم یک خونه خوب میکنید، جدا هم مستری نمیشوید. مرحله سوم خداوند چی میگوید؟ الفصل والمباعده، یعنی از وی از همان خانه برآمده دیگر خانه رفته خو میرید، میکوشید یک مدت معین از وی میبرید. گفته جمیع مفسرها کلمه زدن را به این معنی داد کرده هستند. اما بگذارید به معنای لغوی آیت عمل کنیم که زدن باشد. اما زدن چی است؟ پیغمبر خدا در حدیثی که صحیح هست مرحمت کرده میگویند که وضربوهن ضربا غیر مبرج، یعنی اگر شما وایها را میزدگی باشد، زدنی که وایها بدنهاشون آزار نیابد. در حدیث آمده است که پیغمبر خدا گفت به مسواک، مسواکی که دن تازه میکنند که یک شاخچه باریک است، به هوای گاه گاه زنهاشون رو می زدن. اما پیغمبر خود تاکید کردن که زدن بدن زن آزار نیابد. از همین لحاظ طبق همین آیت و حدیث
معلوم می شود که در اینجا اصلا معنای این آیت زدن نیست طبق علماهای مفسر. و اینچون اگر بعضی ها اگر زدن هم که این آیت معنی داد کرده باشند، حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم زدن را شرح داده میگویند که زدن زدنی که آزار نیابد، مثلا استادگی باشد، طبیعت زن به سوی هوا یک قلم هم که پرتاید هوا در هوا یک تاثیر کلام پیدا می شود، تاثیر کلام پیدا می شود که از برای خاطر همین هم وقتی که ما به احکام های آیله و آیله داره نگاه میکنیم، در همین جا برای مرد مسلمان، برای زن مسلمان، وقتی خصوصا در وقت همون آخران بار هم که سر هم نشوز پیدا شود، نابرابر پیدا شود، نفهمی پیدا شود، در یکان جا قرآن عظیم شان در یکان حالت دستور یعنی زدن، دستور ویرو یعنی شکنجه کردن نمیدید. حتی خداوند میگوید در همون حالتی که جدا می شود، خدا می گوید از آنها با نیکویی، با خوش و خرسندی حقاشون را ادا کرده جدا شوید. لیکن پیش از مرحله جدا شوید، الله سبحانه و تعالی سه مرحله را بیان می کنید. یکم همین که شما یک نکاح یک طلاق می گوید سه ماه می پاید. اگر در مدت سه ماه که اصلاح نشد، با یک طلاق دیگه می گوید با سه ماه دیگر می شود که شاید که در دوره آخران که 6 ماه که گذشت اصلاح نشد دو طرف، بعد آخران سخنه میگوید، بعد جدا میشوید که این آیله داره چه طوره گفته میثاقون غلیظ. این یک چیزی نیست که با واسطه یک سخن یا با واسطه یک چیزی که کم بوده از مرد اعظم میشود شکنجه کردن همدیگر. از این چیزها اسلام مهربان انسانها رو یعنی من میکنه. تشکر استاد، تشکر. راستی امروز وضعیت رو میبینید، راستی همون من باوری دارم که به شما نیز به شورای علمای دینی ولایت نیز البته امروز ها خیلی مراجعات ها زیاد از در مواردی حتی من اسمس جدا شوی ها راستی اسمس پیامک تلفن از وسافی دور علاکه میبیند که مثلا یا مثلا انامون قسمتی که ما گفتیم اگر تعلیمات دینی مبین اسلام گفته است که 3-4 مرحله آگاه کنی و تربیت دهی باشد، اما متاسفانه در مناسبت های امروزه حتی مرحله اول اون نیز رعایت نمی شود و در کمترین حالت مثلا نفری آسیب پذیر زن حتما مثلا ضرب می خورد. و پهلوی دیگری مسئله در یک محفل بود که همین مسئله های زوراوری بررسی شد، اونجا یک گویم چی می گوید کنه یک روان یک تندینسی ناو یک رواندی نو رفته شده است که برعکس خشونت از جانب زن ها نسبت به مرد های خودشان، یعنی گاه حالت هایی بوده است که مثلا مرد ها نیز به تشکلات و مؤسسه ها مراجعت کردند که واقعا گویم از دست زن های خودشان گویم جبر دیدند، بداد اومدند، شکوه بردند، زبان شکایت. یعنی این حالت مثلا بسیار یک حالتی ناگوار است که چطور می شود که مثلا مرد از گویم اویلی خودش جبر بیند. حقیقتا ما با وقتی که به دین های پیش از اسلامی نگاه میکنیم، در دین هایی که پیش بودن، کتاب هایی که پیش از قرآن نازل شدن، بعضی تناقض، بعضی چیزهایی که به طلبات حیات انسانیت جواب نمیداد اون چیزها بودن، اما وقتی که قرآن که نازل شد همین همون ها رو مکمل کرد. چونکه بعد از نزول قرآن یکون کتابی نیست، بعد از آیتی که در قرآن نازل شد خداوند الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت لکم نعمتی گفته و رضیت لکم الاسلام دینا، گفته خداوند آیت آخری را نازل کرد. مضمون آیت چی است؟ این انسان ها اون چیزهایی که برای حیات شما مکمل هست این چیزها را ما گفت خداوند نازل کردیم، از این پس چیزی برای شما نمی آید، چون که تمام چیزهای مکمل کننده حیات شما، سعادت شما در این دنیا و در آخرت نازل شد، گفته خداوند بیان کرد. از این معلوم می شود است که مادامی که خداوند در قرآن عظیم الشان حق و حقوق مرد و زن بیان کردگی است، همین همین به احترامی، همین همین خشونت ها از سبب نفهمیدن حق و حقوق یک دیگر است. خب ما به بعض دین های دیگر نگاه میکنیم که بعض دین ها در دین ها حتی زن ها بعد از گذشتن والدینشان میراث نمیگیرند، در حق زن ها تناقض است. مثلا یا
یهودی ها این چیز در کتاب خداها شده است، این ما پنهان کردن هم نمیتوانیم که بایها وقتی که زن و مرد از دنیا میگذارد پدر و مادر همه میراث پدر و مادر به مرد میماند، به زنها چیزی نمیتر. اما در دین مبین اسلام برای خاطر انمین نشوز نشود، در حق زن ظلم نشود، یکی از حق و حقوق برابر نصف مردها برای زنها هم میراث داشته شده است. در اینجا بینندگان محترم شاید که بعد زنها و خاطر شما چرا برای مردها یک حس و برای زنها نمیست است. حقیقتا ما به الله مهربان است، به عدالت الله نگاه میکنیم، میگوید که اون زن میگوید فای مادر یگان کس است یا که همسر چی یگان مرد است. از برای خاطر این از سبب مشقت آیله، از سبب خراجات آیله بالای مرد که هست، خداوند از علم میراث از ترکه برای مردها یک حق و برای زنها چی نیم حق و نیم مرد داد. اینها البته این عدالت اسلام است. از برای خاطر همین هم ما به آیله و آیله داری زنهای پیغمبر و صحابگان پیغمبر وقتی که نگاه میکنیم، پیش از همه در مابین زنهای پیغمبر هم یک نشوز پیدا شد. در همه دور و زمان خواهی که مرد فتنگر خواهی زن فتنگر هست، در مابین مادرهای مومن ها، چون که زنهای پیغمبر مادر مومن ها میشن، بعضی همین چیزها رو هم پیدا کردن. در حق بایها آید نازل شد که ای زنهای پیغمبر، اگر شما آخرت را میخواهید، به گفته فتنگرها، تهمتی تهمت کننده ها نگاه نکنید، صبر کنید، برای شما جنت است. اگر شما نه زینت این دنیا را میخواهیم، به پیغمبر دستور داده میشود که شما را طلاق میکند. از این لحاظ از این معلوم شده است که مادامی که در آیله پیغمبر چنین چیزها از سبب فتنه ها پیدا میشود، این طبیعتاً در آیله مسلمان ها پیدا می شود از سبب فتنه، از سبب کارهای شیطان. از همین لحاظ بعد که زنهای مسلمان مادامی که در آمدن جنت یکی رکنش روزگی شوهراشون باشد، در حق شوهراشون هیچ وقت ما چیخه طوره که دین مبین اسلام مردان مسلمان از شکنجه کردن نسبت زنهاشون من ساخته است، زنهای مسلمان هم اینشین البته باید که چیکار کنند در برابر شوهران خود شکنجه نکنند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که معراج می برآمدند، در وقتی به معراج می برآمدند بسیار چیزها را مشاهده کردند، بسیار چیزها را وقتی که رفتند در یک جا دیدند که بعضی زنها از زبانهاشون، این حدیث امانت علمیه باید ما این چیزا گوییم، از زبانهاشون در تنورهای دوزخ آویزان هستند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که اینها کیا هستند؟ گفتند این زنهایی هستند که ناحق شوهرهای خود شکنجه میکنند، کم و بیش آوردادهی شوهر خود به صبر نمیکنند، در حق شوهرهای خود زبان درازی میکنند. از برای همین هم در این تنور آتش از زبانهاشون آویخته شده است. از برای خاطر همین هم باید زنان مسلمان این چیزها رو البته فهمند، درک کنند. مرد مادامی که زحمت آیله بگردناشون هسته، در کم و بیش آیله باید که صبر کنند، هیچگاه تن نزنند شوهری خدا، هیچگاه در پیش فرزندان خصوصا پدر و مادر اون عملهایی که شایسته اخلاق انسانی نیسته اون سخنها رو نگویند، که چون یکی از محبت و پراکنده شوی فرزندان این از پدر و مادر از همون آیله تربیه ناسالم گرفتن است. بله. تشکر زیاد استاد برای شرحی مکمل این موضوع و فکر میکنم برای بیننده های ما نیست، این مسئله از منفیت خالی نیست. برای شرحی موضوع به شما سپاسگزاری میکنم. اینجا فرصتی برنامه ما به پایان میرسد. خیر تا برنامه نوبتی. خانه‌تان آباد باشد.